بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند پاک و مهربان با عرض سلام و احترام خدمت همه شاگردای عزیز و نازنین آرزو میکنم که خوب و و سر حال باشین خوشحال هستم یک روز دیگر در خدمت شما عزیزایی که صنف دهم می میخواین که از طریق تلویزیون معرف دنبال بکنین خوشحال هستم که قرار دارم آرزو میکنم که بتونیم یک برنامه خوب را تقدیم شما عزیزا داشته باشیم و امیدوار هستم که بر شما عزیزا مستفید تمام شود در برنامه گذشته روی تاریخچه و ساختمان مواد یک مقدار و نظریات دو عالم که دیبوکراتس و دالتون بود صحبت کردیم امروز به ادامه نظریات دالتون که هفت تیوری شما شما ایم، دو تا تیوری از زیر علما رد میکنن و اشتباه ثابت سازند که او دو تا تیوری را به شما ما اینجا واضح میسازم دقت کنین دوستایی دو نزنین دو تیوری دو تیوری دالتون غیر مدلل غیر مطلل ثابت شد یعنی بی یعنی دلیل ثابت شد دوستای نظری یعنی دو تا تیوری ازی دلیل خنات نداشت کدام دو تا دلیلش بود دوستای نزنین اولین تیوری ازی که پس رد شد که می دوستای نزنین که اتم غیر قابل تجزیه است دوستای نزنین دالتون می که اتم غیر قابل تجزیه است علما دریافت کردن که اتم قابل تجزیه است حالا شما دو سه تا ذره اساسی داخل اتم میشناسین پروتون نیوترون الکترون حیاتم تجزیه شده که دو سه تا ذره را پیدا کردن بنان اتم غیر قابل تجزیه میگفت است بنان تیوریش غلط ثابت کردن که ای تیوری از دالتون اشتباه است دومین تیوری دوستان نازنین که ای داشت ای بود که میگفت اتم های عین انصر اتم های عین انصار با هم کتله مساوی و مشابه مشابه اند مشابه اند دوستان نازنین این دانشمند میگفت که اتم های این انصار با هم کتله مساوی دارن و مشابه هستند در حال که ما شما میفهمیم که هایدروژن یک, یک هم داریم هایدروژن یک و دو هم داریم و هایدروژن یک و سه هم داریم بنابراین شما سکرین که سه تا کتله متفاوت داره این انصار هیدروژن هست اما سه تا کتله متفاوت داره اما دوستان نازنین دو تا نظریه از این عالم از دالتون از دالتون رد میشه از دالتون چی میشه دوستان نزنین ای دو تا نظریش رد میشه و اشتباه ثابت میشه که شما ایزا خوب است ای دو تا نظریه را یاد داشته باشید. خب دوستان عزیز نازنین پس با ای دو تا نظریه ما شما آشنا شدیم و فهمیدیم که دو تا نظریه دالتون غیر مدل ثابت شد دوستان عزیز نازنین موضوعی را که حالا میخوایم بر شما ازا مطرح بسازم ای است که شما ازا باید بفهمین که تیوری معاصر چی است علمای کیمیا تمام نظریات از این علمایی که قبلا صحبت کردن اونا را مد نظر گرفته و در مورد اتم تیوری معاصر بند میکنن تیوری معاصری ایمان را که تیوری علمی و منظمه که بر اتم قابل تطبیق است اونا کدام هستند ما شما از دل تیوری اتمی ماسر هم رویش بس میکنیم که کدام موضوعات است خب دوستای نازنین من اینجا نوان نوشنه میکنم تیوری ماسر اتم تیوری ماسر اتم خوب از دوستای نازنین که شما آشنایی داشته باشه تیوری ماسر اتم خب دوستان نازنین من نوشته میکنم که تیوری ماسر اتم تیوری تیوری ماسر اتم خوب است که ما شما هم برای دوستان ندارین آشنایی داشته باشیم اولین تیوری که مد نظر علماس و حالا دیگه هیچ اشتباه نداره او کدام تیوری است دوستان یعنی گپ که بر اتم شناخته شده ای که تمام مواد تمام مواد ما خلاصا نشتم میگم دوستان گپ طولانیش در کتاب شما هست که گفته تمام مواد از ذرات بسیار کوچک به نام اتم ساخته شده تمام مواد از ذرات از ذرات کوچک کوچک به نام اتم اتم ساخته ساخته شده اند دوست از نازنین تمام مواد از ذرات کوچک به نام اتم ساخته شده اند ایره باید به داشته باشیم که تیوری ماستر است دومین تیوری دوست از نازنین که شما باید بفهمین که اتم ذری کوچک است که اتم ذری کوچک است که خوب گوش کنید بسیار جالب است اتم ذره کوچکی است که توسط وسایل توسط وسایل ساده قابل تجزیه نیست اما توسط وسایل پیشرفته پیشرفته قابل تجزیه می باشد قابل تجزیه می باشد تجزیه می باشد از نازنین دقیقا ما اتم که تو وسایل ساده و آسان و وسایل کوچک نمیتونیم که تجزیه کنیم دقیق است گپ علم... ما می بگیم کلمایی که, که در گذشته بودن چرا نتونستند که بفهمند که تجزیه میشه اتم علتش بود که دوستای از نازنین که علما فکر میکردن که قابل تجزیه نیست در حالی که دستگاه نداشتن اما بعد دستگاه های پیشرفته که جور شد دیدن که اتم دارای ذرات کوچک دیگه هم اس پروتون نیوترون و الکترون این بود دو تا نظریه که دوستان نازنین شما بفهمین من اینا را پاک میکنم بر شما از نظری سیوم معاصر نوشته میکنم نظریه سیوم معاصر که شما باید دوستان نازنین به خاطر داشته باشید نظریه سیوم معاصر از دوستان عزیز که یاد ما باشه میگه که نظریه سیوم چی بیان میکنه دوستای نازنین میگه که اتم های عناصر اتم های عناصر دائما در حال حرکت بوده حرکت بوده دوستای عزیز نازنین دایم در حال حرکت بوده که با ازدیاد ازدیاد حرارت حرکتشان حرکتشان افزایش افزایش میابد حرکتشان چی میکنه دوستان نازنین؟ افزایش میابد دوستان از نازنین اتم های مواد که ساخته شده شما دقت کنین اگر من یک مواد فکر کنم و در داخل از این اتم ها را قرار بتون به شکل شما فرض کنین که یا اتم باشن فرض بکنین دوستان از نازنین اگر این ذره ها اتم باشن اینا میگن نظری ماستر است که یا دائم میگه در حال حرکت است مثلا این مارکر رو فکر کنیم که اتمات داخلش باشه اینا میخوان که حرکت داشته باشن یا حرکتشون بسیار تیز است یا ضعیف است دوست دارید ندونی اگر ما ایره حرارت بتیم حرارت اینمی حرکت از این ذرات زیاد میشه چرا زیاد میشه چون انرژی حرکی از زیاد میشه انرژی حرکیشون زیاد میشه من خود تکان از زیاد میشه و هر قدر که اینا را شما حرارت بتین تامل زودتر صورت میگیره علت از این اینا حرکت میکنن واسه واسه از, از این حرکت چون تاملات صورت میگیره که باید ما شما به خاطر داشته باشیم در نتیجه دوستان عزیز نازنین میتونیم نشون کنیم در نتیجه تاملات کیمیایی در, در نتیجه در نتیجه تاملات نتیجه تاملات کیمیایی کیمیایی صورت میگیرد در نتیجه تاملات کیمیایی چی میشه دوستان نازنین صورت میگیره و چهارمین و آخرین تیوری رو که شما از تیوری معاصر یاد داشته باشین دوستای نازنین است که اتم های اناسار مختلف اتم های اناسار مختلف دارای از لحاظ کتله از لحاظ کتله کتله حجم حجم دوستای نازنین و خواص از هم دیگر خواص از همدیگر فرق دارند اینا دوستای نازنین این بود تیوری معاصر فقط بر شما عزیزا من اینجا امی موضوع تیوری چهارم شم وضاحت میتم که چی معنا میتم و شما عزیزا باید او را بفهمین خوب دقت کنین دوستای نازنین اگر من اینجا اگر من اینجا اتم های چی داشته باشم اتم های اکسیژن داشته باشم اتم های اکسیژن داشته باشم خوب دقت کنید دوستای از نازنین اگر من اینجا اتم های اکسیژن داشته باشم و در طرف دیگه دوستای نازنین اتم های چی باشه هیدروژن باشه اتم های هایدروژن باشه خوب دقت کنین و اینجا اتم های چی باشه دوستای نازنین هیدروژن. تیوری چهارم ماستر چی بیان میکنه دوستای عزیز نازنین که میگه که اتم های دو تا عنصر مختلف یعنی هیدروژن و اکسیژن که کت سلفر سلفر که فسفر است با هم از هم متفاوت از هم متفاوت اند از کدام لحاظ... لحاظ از هم متفاوت هستند از لحاظ کتله حجم و خواص دیگر و خواص دیگر چه قسم خواص دیگر مثلا شما اکسیژن که تنفس کنید زنده میمانید اما هیدروژن که تنفس کنید جای اکسیژن پوره کرده نمیتونه بنان دوستای نازنین اینا از لحاظ خواص هم از هم فرق دارن حجم و کتلا مثلا اکسیژن شما سعی کنین 16 کتلش هیدروژن یک از دوستای نازنین پس ببینین که از لحاظ اینا از هم متفاوت میباشن این بود دوستای نازنین تیوری معاصر که بر شما از تقدیم کردم آرزو میکنم که شما از این موضوع را فهمیده باشین خب دوستای نازنین برمیگردیم به عنوان که لازم است بر شما ایزا هم معرفی شود و بر شما باید بفهمید او عبارت از اندازه اتم است آیا پیش شما سوال پیدا نشده که اتم چی اندازه داره آیا کلان است خرد است طولش چقدر است مقدارش چقدر است قطرش چقدر است ساختمانش چگونه شکل است حتما بر شما سوالات است که هنوزم جواب خوب برش مناسب شاید نداشته باشید اما ما بر شما ایزا کمک میکنیم که شما جواب خوب بر از پیدا بکنید اندازه اتم دوستای تحقیقاتی که در قرن 20 صورت میگیره دوستای نازنین به اساس میگه تشعشعات رونتگین دانشمند بود که در اثر ش... تشعشع شعای ش... ایکس از دوستای نازنین تحقیقات صورت گرفت که قطر اتم دریافت شد قطر اتم دوستای نازنین چقدر دریافت کردن و بر شما اینجا مشخص میکنم و یک قطر کجایش هم میگه بر شما میخوایم که واضح بسازم دوستای عزیز خوب دقت کنید دوستای نازنین که چه قسم یک ساختمان شما میفهمین که اتم ساختمان چی داره ساختمان کره من اول شما نشتم میکنم که اندازه اتم خوب دوستای نازنین اول اینکه پرک بفهمین در قرن 20 در قرن 20 دوستای نازنین تحقیقات صورت گرفت توسط اش ای اش ای رونتگین. توسط اش رونتگین روانتگین چی را پیدا کردن دوستان نازنین قطر اتمه قطر اتم استاد قطر اتم کجایش میگه شما دقت کنید دوست نزنید اگر این ای اتم باشه اگر اتم باشه قطر شما از مضمون هندسه یاد دارین خط که از مرکز میگذره و دو نقطه کره را با هم وصل میسازه قطر کره یاد میشه چون شکل کروی داره ساختمان اتم دوست نزنید پس اینو به نام قطر یاد میکنیم اینی خط سرخ دوست نزنید قطر اتم میشه شما فرض کنید که اتم باشه قطر اتم زمانی که دوستای عزیز نازنین تحقیقات انجام دادن قطر اتم دریافت کردند که سفر نانومتر است 0.2 نانومتر متر یا دو ضرب در ده به توان منفی ده انگستروم است دوستای نازنین دو ضرب در ده به توان منفی ده انگستروم است این دوستای نازنین علما پیدا کردند که قطر اتم 0.2 نانومتر یا دو ضرب در به توان منفی انگستروم است و تحقیق کردن که امی قسم یک ساختمان داره کتله اتم دوستای نازنین کتله اتم دریافت کردن کتله اتم دوستای نازنین که بیان کردن گفتن که کتله اتم یا وزن اتم امی خود بزرگی از اتم از ده بتان منفی دو تا ده منفی 24 گرام می باشه یا اگر به کیلوگرام نشانش بتیم ده منفی 25 الا ده منفی 27 کیلوگرم کتله داره همین کتله خود از اتم همین ساختمان بزرگی از اتم چقدر است همین قدر گرم یا کیلوگرم چی معنا یعنی از 10 تا منفی 22 زیاد نیست از 10 تا منفی 24 کم نیست در بین از قرار داره معمولا در دا بین از تحقیق کردن که کتله اتم چی داره وجود داره و دوستای نازنین به خاطر داشته باشیم که بسیار کوچک است اتم بسیار کوچک است و معمولا قابل دید هیچ نیست توسط چشم و دوستای نازنین به خاطر داشته باشیم که کتله هر اتم از لحاظ کتله نسبی اگر بر شما نشته بکنم خوب دقت بکنین دوستای عزیز اگر از لحاظ مقدار نسبی بر شما نشته بکنم که کتله اتمی نسبی نسبی که برای میگن این ام یو دوستای از نازنین چون اینی مقدار بسیار مشکل است در وقت محاسبات باز برای اتم یک کتله اتمی نسبی جور کردن یعنی نسبتا یک کتله انتخاب کردن که ما شما باید داشته باشیم که یک ام یو برابر از با یک اشاره شش, شش یک زد در دو بتان منفی 27 کیلو گرام اینا دوستان نازنین این را کتله اتمی نسبی جور کردن اتمی نسبی که ما شما در محاسبات کتله اتم همه قدر چی میکنیم در نظر میگیریم این پام دوستان نازنین خوب است شما بخاطر خاطر داشته باشین هر دقیقه گفتن یک ایمیو چند است میگه یک اشاره شش شش یک در ده منفی بیست کیلوگرم. اگر باز میخواستین به گرام بگوین سه تا ازی کم کنین بیست کیلو گرم گرام میشه بگوین دوستای نازنین خب دوستای نازنین این بود موضوعات را که شما باید به خاطر داشته باشین و عزیزای دل درک کرده باشین خی اندازیت هم ما شما ازا فهمیدیم و شما ازا موضوع را درک کردین. امیدوار هستم که درس امروز خوب درک کرده باشین و فهمیده باشین در برنامه گذشته روی سا... برنامه ای که بخیر در آینده خواد داشتیم روی موضوعات ساختمان اتم و یکی کدام ذرات اساسی موجود از در بینش بس خود کردیم برای امروز همقدر قدر درس که ما شما خوندیم کفایت میکنه کار خانگ شما ازایی است که درس را که خواندیم مرور بکنین امراج درس گذشته را تکرار کنین و خلاصه موضوعات را که کردیم در کتابچه یادداشت داشت کنین انوان به عنوان و بار بار کتابتان هم مرور بکنین. کیمیا باید حفظ شود. و نکات مهم از او باید در مغز درست جابجا شوه شود و شما درکش کنین که چی منامیته ای بود درس امروز ما شما عزیزای دل تا برنامه بعدی که در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم شما را به خداوند پاک و متعال امانت مسپارم شاد و موفق و سربلند باشید